درباره مسائل خودسازی و پیشرفت شخصیتی هم این چیز استثیت میکنه. شما با تنهای خود شاید بگم ویدیوهای بسیار زیاد است گوش میکنم، نمفهمم کسای از مزی که بهترتر است و ما کتابش مخانو میره میکنم فلان میکنم، درسته دقیقه، ولی یک چیزی که یک چیزی بعدی که در اونجا پینهان است که تو از واقعانی یک تناستی و در تنهایی خود همیشه دیدی که ویدیو یا کتاب رو که مخانی یا سعی میکنی یک روز دروز خوشحال استی یا وقت خوشحالی، ولی بعد از چقدر بینگیزه میشی فکر مونی میگی کار نمیکنه چطور فلانه، ولی وقت که یک ماسترمان میسته مکتب باره است که تو مای یک دفعه اونجا میایی ما مای هر ما برای خود هدف تعیین میکنیم که در اینی مای اینی کار انجام بدیم، اینی هدف ها رو هر کس برای خود هدف تعیین میکنه، آخر ما میایید مثلا هدف های خود میگه که من اینی کار انجام دادم اینی رو نتونستم، اینی چطوره یک دیگه میگه من این کار کردم اینی کار نیم بریتون میتونه کمک کنه این میتونه ایره و از سر اضافه ای از که من بریتون چیزایی رو میگم که میتونه در زندگی شما رو بسیار هدایت کنه و در ضمن ازی ده اضافه ازی کسی که یک مشکل خاصی داره یک چیزی داره که نمیتونه بتونه حل کنه و نیاز به کمک و چیزی بیشتری داره، او وقت است که ما در هر کدام از یاد ما در مای دو بار یعنی حق حاضر داره که ما قدشان مستقیم این در تماس نگه بزنیم مشکلاتشان خودیم در بارشان فکر کنیم خودشان راه نمایی کنیم هدایت کنیم که بگم یه رقم یا یه رقم برشان راه نمایی بدیم، این بسیار کمک میکنه وقتی که آدم یک کسی رو پشت خود داره که آدم هدایت میکنه، از هر طرف آدم میگه این رقم نترسی کار انجام بده این رقم کو او رقم کو، این بسیار برای آدم قدرت میده. پس این ارزش ازیر داره که شما یک اون مقداری که مثلا ما در ماسترمایند میخوایم شما پرداخت کنیم اینو قدر هم یک مقدار کمره که شما در اینجا پرداخت میکنید او هم صرف به خاطر ازی من میگم پرداخت کنیم که اگر رایگان باشن مثل این کورس های مکاتب های جای های رایگان کس اگر کس میره یک دقیقه میشین دیگه میبره اگر میگه این کار انجام میدم جدی نمیگره همینطوری یک بیمزه یک محیطی بیمزه را خلق میکنه، ولی وقت که تو هرچند مقدار کم یا زیادی پیسی باشه تو پرداخت میکنی اون مقدر متعیدتر هستی اون اونجا مقصر وقت حاضر میشی و کارها هدف هایی که در تای ما تعیین میشه که در این ماهی رو در دیست بری این ماهی رو خلق کنی اون مقدر پوشت از اونا میگردی که آخر ماهی نیر انجام بدیم، هیچ چیزی متفاوتی نیه که شما را زندگی تان پسند یک چیزی که شما را در زندگی در مو جایی که هست قشنگتر هدایت میکنی چیزهای بهتر خلق میکنی. فرضاً اگر تو در سر کار یا در محیط هستی اگر یکی از هدفهای تان این باشه که تو این دفعه بتونی بیشتر از معلم خود بیشتر پرسان کنی تا جرأت بالا بره یا بیشتر با همکارهای خود رفیق شوی، مثلا هدفی در یک مو میمونه که ما قد یک دوستای خود یا قد دو تا از اینا میرم بیرون میرم اینیمی چیزهای ذره ذره جزئی جزئی یا میخوای یک کار دیگه پیدا کنی یک درآمد بیشتر پیدا کنی اینیمی چیزهای ذره ذره جمع میشه هدف ها رو که انجام میدی در تا یک سال دو سال سعی میکنی یک انسانی کاملا متفاوت شدی یک انسانی شدی که میتونی زندگی را هر چیز را با سبک و مدل خود خلق کنی نمیگذاری که به او شیوه خودش باشه، حتی اگر جرأتت کم اعتماد به نفست کم زیر تاثیر میری هدف ها و چیزهایی را در راستای از دمون چیز میلی که امی کم جرأتی خود امی کم اعتمادی به نفسی خود بیشکنانی و یک انسانی شوی آزاد و رها که بتونی در مدل خود رفتار کنی با جرأت هم بزنی در جمع شرکت کنی اندیوال داشته باشی چیزی خوشید نمیه برش نبگی کار را که دوست داری او را انجام بدی. پس چرا ارزش نداره که شما برین یک مقدار کمی را برای از ماسترمایند بدی که در اوجی شرکت کنی و هدف دیگه ما می بود که ماسترمایند در سال جدیدی 1401 شروع میکنیم که ما یک بار لایف و دو بار هر انسان حق داره که مثلا اگر مشکل خاصی داشت اگر داشت ما قدشان گپ بزنیم و راهنماییش کنیم و دیگه ای که در سال 1401 ما میخواییم که بدون از اینکه ما دیگه کتاب های سوید البته کتاب خواندن ما یک کمی به این وقت آکست کم شده به دلیلی که ما اگر گوش میکنیم کتابای سوتی گوش میکنیم چرا که ما مصرفیت و کار و دیگه و دیگه خیلی زیاد شده مثل که ما یک زمان در بانفان بودم اثر شب تا صبح کتاب بخونم تمام روز کتاب بخونم فرصت زمینیش فراهم بود که ما موش 400-500 کتاب بخونم، ولی حال کتاب فیزیک خواندن خیلی شرایطش برای فراهم نیه، ولی در این سال 1401 من میخواییم 3 تا کتاب حتما بخونم و من میخوام نبو کتاب را با شما در میان بذارم. یک کشی است که مثلا یک کتاب است از یک نویسنده نیوال نوا هراری در انگلیسی است در نام از کتاب هم چیز است ما او را در زیر از ویدیو هم اینجا میگذارم و چیزش لینک شه یا خود یک شبه ویدیو هم اینجا این قسمت ها قرار میدون به نام هومو دیوس نه هومو سیپیان به نام هومو سیپیان و هومو دیوس هم است
که ای هومو سیپین از ما میخواییم او را یک بار گشم او را یک بار گوش کردیم صوتیش، ولی این دفعه به شکل صوتی و متنی او را بازم تکرار میکنم. و اگر خودت مثلا انگلیسی متوجه استی، خود یک آدم خیلی مذهبی نیم، میخوای دنیا رو به یک دیدی جدیدی بینگری، از یک زاویه متفاوتی بینگری، برای توصیه میکنیم که کتاب حتما پیدا کنم به نام از هومو سیپین با یووال نووا هراری. این یک کتاب یک تاریخچه انسان میگه که از کجا انسان آمده، در کجا قرار داره و کجا میخواهد بره. بسیار یک دیدی عمیق از زندگی و از بودن آدم و از یک ما چرا وجود داریم، از یک ما چی میشیم چی نمیشیم، منظور زندگی چیه، مفهوم زندگی چیه، از تمام از اینا برای آدم بسیار یک دیدی عالی میده. ولی اگر خود یک کسی هست که زیاد معلومات و تحقیق علمی و دینی تو بالا نیه، توصیه نمیکنم که کتاب بخونه، چون که اگر اونقدر دید و درک بالا نباشه، احتمال داره خیلی کتاب بر تیس و فکرای بد اندیشه های ناجالی ببرید بره. ولی اگر خودت یکم تحقیق کردی، یکم میفهمی مردم شرایط ها را درک کردی، فلسفه های متفاوت هر دین و هر ادیان متفاوت دیدی و درک کردی میفهمی، وقت است که میتونی کتاب بخونی. ولی در غیر صورت اگر کسی زیاد مطالعه نکردی، خاص مثلا در باری مسائل اسلامی و اینا جدی هستی و خیلی اندیشه های تو مثلا در یک سو هست، توصیه نمی کنم که کتاب بخون، به خاطر میتونم بسیار اندیشه و همه چیز تو را یعنی چیز کنن، چی میگه بره، مختل کنه یا اختلال کنه. خب و دومین کتاب از او، البته اولین چی بود، خب دومین شد و دومین کتاب شی است که معجزه شکرگزاری را 100% دلم فیزیکیش را ما آماده کنم، حداقل را یک بار باید بخونم انجام بدیم. خواندن و انجام دادن از احتمال شاید یک ماه بیشتر وقت ببره که مثلا را هر روز و هر شب آدم میخونه تمریناتش انجام بده. معجزه شکرگزاری بسیار یک کتاب عالی است که ما را بارها و بارها خواندیم انجام دادیم، ولی بازم این دفعه باید میخوایم خودی فیزیکیش دریستیم باشه، بخوانم و انجام بدیم تبریداتش. بسیار یک کتاب عالیه که آدم از نظری روانی و حسی بسیار در یک جایگاه عالی قرار میده، که آدم هر وقت میخیزی به خاطر هر چیزی که داری میگه خدای سپاسگزارم، خدای سپاسگزارم از این وجودی که ما دارم، خدای سپاسگزارم از این چهره ای که دارم، خدای سپاسگزارم از خانواده ای که دارم. نه اینکه میگی، بلکه از نظر حسی روانی فکری یک چیز رو برید میده که تو از همه چیز سپاسگزاری، حس و اندیشه بسیار عالی رو داره. و وقتی آدم در این سایکل و در این مدل هستی، امور هم شرایط های خوب و موقعیت های خوب و شرایط های بهتری در زندگی آدم وارد میشن. و این بود از دومین کتاب. و سومین کتابم که یک کتاب متفاوتی داره که من میخوایم بخونم، او را نامشن نمیدانم. او را اگر شما ویدیو رو تماشا میکنه، شما میخوایم که شما یک از بهترین کتاب ها، یک از کتاب هایی که خیلی فکر میکنه که تغییر آوردنی و اندیشه ساز و زندگی ساز است، ما از شما میخوایم که او را برین پیشنهاد کنیم که ما او را بتونیم در این سال 1401 را بخونیم. این بود از چند تا هدف ما که مستر مایند ما در سال جدید باید چیز کنیم، یعنی بیاریم شکل بدیم. دومیش که سایت باید آماده شه و سیومیش هم که ما همین سه تا کتاب باید بخونیم و انجام بدیم. و شما اگر هدفی دارین، اگر بخواید میتونید در کامنت این ویدیو بگذارید، اگر ندارین سه تا هدف براتون انتخاب کنید. من این ویدیو رو باید پیش از نوروز آماده میکردم، این مسائل ها رو میگفتم، ولی ما از جایی که یک آدمی هستم دوست ندارم که مرقمی اوهی یکان گبه بیزن، دوست دارم که اول یک چیز انجام بیدم در تنهایی خود. وقتی که در جای رساندم این دفعه بگم من این کار کردم، چون خیلی آدم ها رو میبینیم مثلا در این جای نیه ایش کار یک چیز هم نکردم، بگم من فلان و فلان و فلان، این رقمی چیزا من خوشیم نمیه. همیشه از زمانی که من خیلی خورد بودم یه عادت مثلا من در عضو یک باسکوی ورزشی چیز بود، کانفو بود، یک چیزی که بود نمیفهم دیارو چند سال قبل، من در اونجا میردم یک از شاگردای مثلا یک از شاگردای بسیار فعال خوبش من بودم و ما در مسابقات شرکت میکردیم. در مسابقات من حتی در خانواده خود نمیگفتم که من مثلا در مسابقه شرکت کردم، میدال آوردم، فلان آوردم، چرا که من از اون وقتی مسائل خودسازی و گفار نمیدونستم. ولی یک اندیشه همیشه در دلم بود که من پیش از پیش که بگم یعنی چی، یک رقم دمی من در قلبم نمیشه، باز نمیفهمیدم که دلیلش چیه، باز میرفتم او کار که انجام میشه بعد از اون دیگر ها خبر میشتیم. میگفتم من در مسابقه شرکت کردم، تقریبا در ایراد دوم شدیم، یعنی میدال دوم آوردم که جایگاه کمی نبود، کلی عکس ما در کل شهر کل جای همه جای پخش شد، خانواده و نزدیکای از ما بعد از اون که عکسای ما در دل و دیوار و در شهر و بازار پخش شد او خبر شده بود. ما تا این حد این رقم عادت یا این چیز اینیه که ما حالی بگم
از قبل از بسیار قدیم ما این نمیفهم که است چطور بریم ما امی عادت داشتیم که ما باید یک موفقیت خلق کنیم. بعد از دیگه انسان ها خودش میبینه نیاز به گفتن و نیاز به نشان دادن و نمایش و گپانی هستن. و حالا هم دلیلی که این ویدیو اینقدر دیر آمده شده بعد از نوروز، نوروز البته هم تقریبا 13-14-15 گپ هسته و به خاطری که ما او هدف هایی که انتخاب کنیم که پروگرام 30 روزه را آماده کنیم او بیشتر از حد توقعی ما کار بود. تقریبا میگم 80 تا چند ساعت زمان برده، شاید هم برده 100 و چند ساعت زمان برسه. آنان بسیار کار و تلاش زیاد را خواستم ما در اینجا برسانیم، ولی هدف و چی داره که میخوای آدم اگه بخوایی میتونی برده اینجا برسانی. و خوشبختانه خدا رو شکر که حالا آماده شد و از او خاطر ویدیو رو ما کمی دیرتر ثبت کردم. و همچنین یک چیزی که براتون بگم برای انتخاب هدف، برای تعیین هدف ها و ایست که هدف های خود کوچیک و سبک انتخاب کنید. هدف رو انتخاب کنید که توانایی به دست آوردن و خلق کردنش داشته باشین. به اون خاطر است که من گفتم 3 تا هدف برای سال جدید برای خود انتخاب کنید. گر شما این 3 تا هدف رو گفتم از این کدام یک چند تا هدف های متفاوتی دارم، اونا رو نمیخوام کم شخصی است، ولی ایشان تا هدف بود که ما تونستم براتون بگذارم از کتاب خواندن و سایت و دیگه کمی برنامه هم لایف به دستان قرار بدم این مسائل ها. ولی ایشان تا هدف های دیگه هم خودیم دارم. در باری شما من رقم 3 تا هدفی آسان برای خود تعیین کنه، هدف هایی باشه که شما رمز از که بتونه هدف های خود دست بیارین، هدف های کوچیک و سبوک انتخاب کنید. نگو که والا ما اینقدر اینقدر. ما در کل ویدیوهای خود گفتم مرزن اگر تو در باری کاری هستی میخوای یک کم از نظر مالی بهتر شی، فرضاً اگه پارسال فرضاً 10000 15000 افغانی یا هر چیزی دیگه کار کردی، امسال فرضاً اگه 10000 کار کردی، امسال بود 15000 یا 12000 من اضافه بریس میرم، شاید تلاش کنی طرف 12000. اگه 10000 کار کردی 12000 کار کردنش بسیار راحت میتونی. اگر بگیم ما 20000 میکنیم 30000 میکنیم نمیشه، دل زده میشی از این مسائل بخی بدیتون یه وقت. و دیگه هر هدف دیگه یه مینیم رقم از نظر شخصیتی دسته بگم ما میخوایم یکم بهتر در جماعه گپ بزنیم، یکم بهتر مثلا سر کار رفتار کنیم، یکم بهتر. هر هدفتون یک ذره بهتر وقتی که انجام میدین، وقت انگیزه میگیرن، قدرت میگیرن، در این هدف که مرسیم مثل دیگه که ما پروگرام ثبت کنیم. اینال ما این پروگرام 100 و چند ساعت زمان برد، واقعا کار تلاش زیاد میخواد. من تقریبا 2-3 روز بعضی وقتا بود که 2-3 روز، درسته که آلمان ای ساختار جنگون 2-3 روز میشه، ولی این 2-3 روز یک سر کار میشه. ولی ما بعضی وقتا بود 2-3 روز از صبح تا شب ما خانه بودیم، هیچ جایی نبرد، تمام تمرکز و فوکس من اینجوری بود، اینترنت رو خود قطع میکردیم که بریم پیام به جواب ندیم. اما قدر پیام و دیگه و دیگه از خانه و از نزدیکا بریم اومد، از کلگی اومد، ما اینترنت ما قد است مالی، ولی بازم هزاران پیام، ده ها پیام، هزاران که ببخشید، ما بازم خیلی پیام از دوستای دیگه میاد، نمیشه سگ ما تو خانواده مون پیام یک عالم پیام اومده ما هیچ نشده جواب بشه. به خاطر اینکه اگر ما برم یک دفعه پیام باز کنم، یک سلام علیکم و دیگه یک دیگه پیام میشه، دیگه باز یک دو کلمه از دیگه بزنم، دیگه این انرژی یا اون قدرتی که حال ما دارم کار میکنم از ما گرفته میشه. همیشه آدم وقت یک کارو شروع میکنه کوشش که دیگه چیزایی که تو رو میهد تن اختلال کنه اونا رو قطع کنی. فرض میخوای یک درباره یک متن نوشته کنی، یک مقاله آماده کنی، شروع میکنی اینترنت رو قطع کن، دیگه مسائل رو قطع کن، ما اینم یک ساعت یک نیم ساعت یا دو ساعت یا این مقاله تا ختم نشده ما اینم اینجا هستیم، هیچ کار دیگه ای نمیکنیم. اون امور هم کستی تو دیگه اختلالات از تو گرفته شده با 100% سر از اون فوکس است، اون بسیار با زمان کوتاه بسیار با قشنگی با انرژی خوب انجام میدی. ولی اگر تلفن اینترنتی شاستا یک نوتیفیکیشن پر میوره جواب میدی، باز دیگه می باز یک برادر یا خواهرت میگه این کارو که اون طرف میش، این مقاله کاری که میتونی در یک ساعت انجام بدی 3 روز طول میکشه، آخرم در اون جلسه یا در اون جایی که نیاز بود آماده باشه آخرم آماده کامل نمیشه، میری با جرأت و اعتماد به نفس پایین و سر خود باور نداری، دیگه دفعه کار شد سر خود باور نداری و در کل زندگی نیم رقم عمل میکنی. پس این چیزها را هم باید جدی بگیرم که چیزهای شما رو اختلال میکنم او طرف کنین و نارا همون هدف خدا همون چیزی که میخواید او را انجام بدین. و یک استاندار دارم که در زندگی من براتون بگم و یسته که هر کس کارهای زیادی را که انجام بدین، بیش همیشه لیست کو کارهای خدا سک کدام از اینا مهم است، کدامش تایی 5 سال دیگه، 2 سال دیگه، 10 سال دیگه تغییر یا اثری در زندگیتون داره. هر کاری که در تای 5 سال، چند سال، 2 سال دیگه سرتون اثر داره اونم کارا رو انجام بده. فرضاً میتونه از نظر مالی شما رو تغییر بده، از نظر جرأت تغییر بده، از نظر مکتب هستی درست مثلا بالا بره. ولی اگر کار میمونه مثل لباس شستن میمونه، مثل یک زنگ زدن، یک پیام جواب دادن میمونه،
اینا 5 سال بعد، 1 سال بعد، 1 ماه بعد، یا 2 روز بعد، 1 هفته بعد دیگه هیچ تأثیری در زندگی دون، هیچ تأثیری در زندگی تون نداره. پس کارهای رو انتخاب کنین، اولویت های رو انتخاب کنین که اونا در آینده تون، در زندگی تون تأثیر داره. ویدیو هم زیاد شد، تشکری میکنم، شما رو به خداوند میسپارم، موفق باشین تا ویدیوهای بعد.